بحثمون رو در مورد پنجره براوزر ادامه میدیم. براوزر همونطور که خدمتتون گفتم قابلیت های جالبی داره. به طور مثال شما توی این کالم میبینید که هر کلیپی که شما اینجا دارید چند دقیقه است، یا در واقع چند دقیقه و چند ثانیه و چند فریمه. به طور مثال این کلیپ 3 ثانیه است، این یکی 9 ثانیه، این یکی 1 دقیقه و 18 ثانیه و 11 فریمه. خب به طور مثال شما دنبال یه فایلی میگردید که مطمئنید خیلی خیلی کوتاهه، روی دیوریشن کلیک میکنید و همونطور که شما میبینید یک فلش رو به پایین اینجا دیده میشه، یعنی فایل ها از کوچیکترینشون به بزرگترینشون، در واقع شاید بشه بهتر باشه بگم از طولانی ترینشون در پایین به کوتاهترینشون در بالا میرسن. اگر شما یک بار دیگه روی این آیکون دیوریشن کلیک بکنید دقیقا برعکس میشه، بلندترین و طولانی ترین کلیپ بالا و کوتاهترین پایین قرار میگیره. خب به طور مثال من میبینم که اینجا یک کلیپ 3 ثانیه‌ای دارم که دقیقا همون کلیپیه که میخوام باهاش کار بکنم. خب شاید برای شما سوال پیش اومده باشه که ما چرا هی بعد اینا اینقدر بزرگ و کوچیک بکنیم. شما اگر بخواید به کالون های دیگه تون دسترسی داشته باشید با زدن این آیکون چپ و راست میتونید بهشون دسترسی پیدا بکنید. مثلا اینجا دیوریشن، من این کلیپی که میخواستم پیدا کنم رو پیدا کردم، به تایملاین هم میتونم بیارمش یا حالا هر کاری که خواستم باش انجام بدم و برگردم همون تامنیلم، یا لیست فایل هام رو حالا این بار به جای اینکه بر اساس زمان مرتب بکنم بر اساس اسم مرتب بکنم. همونطور که شما می‌بینید باز فلش رو به پایین به این معناست که به ترتیب حروف الفبای انگلیسی از بالا به پایین الان اینها مرتب شدن، فلش رو به بالا، دقیقاً برعکس این مطلبه.